از یک سو افتتاح مراکز جدید، ظرفیت مرکز حدود 1000 دوز واکسن هست، و از سوی دیگر افزایش ظرفیت تزریق. سازه رو بزرگ کردن، نفرات رو زیاد کردن. حالا انتظارات مبنی بر افزایش سرعت واکسیناسیون در کشور است. اینجا مرکز خودرویی تزریق واکسن هستش. در همین راستا هم برخی مراکز خلوتند و صف‌هایشان کوتاه. حالا که حدود ساعت 14 هست، همونطور که ملاحظه می‌کنید میشه گفت خلوت هستش. هم دوز اولو تزریق می‌کنیم، هم دوز دوم. تزریق کردین؟ بله بله قربون. میگم که چقدر طول کشید تا؟ هیچ طول نکشید، مستقیم اومدم تو. زمانی نبود، شاید 5 دقیقه نشد. 10 دقیقه. شما چند دقیقه صحبت من 10 دقیقه صحبت می‌کنم. اول سری جلد میله چوق تزیول سالدلار. من الان اومدم. اصلا منتظر نشدم. معطلی نداشت؟ نه نداشتم. مدت 5 دقیقه کلا طول کشید. معطلی زیاد نداشتم، کارشون عالی بود. الانم خلوت اومدیم. در برخی دیگر اما مدت معطلی بیشتر است. حدوداً یک ساعت وایسادیم. الان یک ساعت نیم اینجا الان دارن میفرستن داخل. در بعضی مراکز هم تزریق واکسن تنها برای دوز دوم انجام میپذیرند. برای دوز اول اومدن. دوز اول بود بعد چی شد؟ میگه نمیزنیم. وایسادم از صبح اینجا هم نمیزنن. فقط دوز دوم میزنن. آره فقط دوز دوم میزنن. فعلا دوز دوم اعلام کردن. این مرکز آسترازنکا برکت و سینوفارم تزریق میکنه. دوز اول فعلا دوز اول متوقف شده تا شرایط مهیا بشه برای تزریق دوز اول. دست‌اندرکاران میگویند برای جلوگیری از هر گونه مشکل تنها کسانی که پیامک دریافت میکنند به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند. از مردم خواهش میکنیم با نوبتایی که از قبل بهشون اعلام میشه تشریف بیارن که سریعتر واکسیناسیون انجام بشه. الان مثلا یه فردی واکسن ثبت نام کرده باشه سر وقتش بیاد، کمتر از 5 دقیقه واکسنش ثبت میشه و تزریق میشه. امروز پیگیر یک چالش هم شدیم. کرج روز اول زدیم، امروز هم نوبت دوز دوم هم هست. اومدم اینجا میگه نه سامانه ما فرق میکنه، ما برای کسی نمیزنیم، برو همون جایی که روز اول زدی. بله توی دو سامانه ثبت شده باشه ما احراز هویت میکنیم و انجام میدیم. مگه نه سامانه فرمودید دو سه تا است؟ در حال حاضر دو تا سامانه است، سامانه اون یک پارچه نیست. پارچه نیستش، یعنی ممکنه توی سامانه دیگه ثبت شده باشه، سامانه ما نباشه. بله شما نمیزنیم استعلام بگیریم. بازم با این شرایط، با شرایط مریض ما میبینیم، اگر واقعا توانایی نداشته باشه اینو خب براش میزنیم. در این احوال کم توجهی به دستورالعمل ها عبور از موج پنجم کرونا را دشوارتر کرده است. فامیل درجه یک، پدر و مادر خودم رو نمیتونم ببینم، ولی یه عده زیادی رفت آمدشون رو میکنن، مسافرتاشون رو میرن، تفریح میرن. همه جا شلوغه، تر بارا جایی که بیشتر مردم آذوقه میخوان تهیه کنن. کافیه 10 نفر بگیرن، 10 نفر به 100 نفر دیگه میدن. اپیدمی یه موقع رعایت کنیم، من شما دیگران. فراموش نکنین که تزریق واکسن عاملی است برای پیشگیری و مکمل آن رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی است. دو هفته بعد دوز دوم ایمنی ایجاد میشه، ولی به معنی این نیست که ماسک نزنن و پروتکل رو رعایت نکنن. درصد نیستونی مریم؟ بله. بر اساس آخرین آمار تا کنون تعداد دوزهای تزریقی واکسن کرونا در کشور به حدود 27 میلیون رسیده که حدود 18 میلیون و 500 هزار تای آن دوز اول و مابقی مربوط به دوز دوم است. برای کاهش آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا هیچ چاره‌ای نیست جز اینکه شیوه‌نامه‌های بهداشتی را بدون کم و کاست اجرا کنیم، چه واکسن زده باشیم و چه نزده باشیم. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما.